بازم خوش آمدین پیدامه صبح و زندگی و در این بخش برنامه سه گل قندول و مقبول با خود مهمان داریم. من با استعداد هستن، امنام خدایشان قندول و مقبول هستن. هدیه جان، بلقیس جان و مصطفی جان قاروک. هدیه جان خوش آمدی، صبحت بخیر. صبح شما بخیر، خوش باشید. بلقیس جان خودتون خوش آمدی. خوش باشید، صبحتان بخیر. صبح خودتون بخیر. مصطفی سنگی؟ خی بیخی خی ولی بقاری سرچه دست کلی هدیه جان همراه بیننده ها هم سلام علیک میداشته باشی. سلام دوستای عزیز، صبحتان بخیر. بسیار تشکر. هدیه جان چند سال است؟ 11 ساله. سنف چند استی؟ سنف 6 در مکتب سوریا. بسیار خوب. چندم نمره؟ در گروپ بی. بسیار خوب. خوب گروپ ای شدن. گروپ ای هم و شاگردهای با استعداد و لایق می باشن. هدیه جان برام بگو که از صنف اول تا حالا قبل از او فکر کنم گروپ ای یک سال دو سال شده. قبل از او چند نمره بودیم؟ تا صنف 5 اول بودیم. ماشاءالله. در کدام مضمون بسیار لایق هستی؟ ریاضی. و امروش کورس هم میخوانی یا نه اما تو در مکتب یاد میگیری؟ نه در مکتب یاد میگیرم پیش پدر جان. بسیار خوب. من یگانه مضمونی که در مکتب بعدم میامد ریاضی بود. خب بلقیس جان خودت صنف چند استی؟ صنف 4. صنف 4 استی. چندم نمره استی خودت؟ اول نمره. ماشاءالله. مو یکای چقه مقبول است؟ شکر. نمیتیش برم؟ من خوب موی داشتم، بسیار قوی بود. باز نظر شد دیگه مو تو یک دفعه ریزش پیدا کرد. انشالله که مویش مو ریزش پیدا نکنه. مو یکای اردی تا نام خدا بسیار مقبول است. و مادر جان هدیه جان و بلقیس جان هم اینجا برایشان آمدن. دیگه خانه که رفت حتما مادر جان بلقیس جان هدیه جان برشان اسپندود کنه که هم خودشان مقبول استن هم مویشان ماشالله. مصطفی تو سویم صنف که دویم صنف که سویم نمره ای؟ دویم. خب دلتا پلار جان داره وستلی؟ سو کلنی؟ شپک. آفرین. مصطفی پلار دو ویلی چه تو یو دیر خواه باز همی او بازی هم که در توی چه سو کلنه نده او بازی شروع کرده وان؟ پینزه. استاد او بازی زین تصاویر هم شده. او بازی که چه در سر دیرم رسته و که چیز ده که؟ حمید. حمید دورور ده؟ میریم تصاویری از بازی مصطفی جان با هم میبینیم که بسیار شناگر لایق است و شما تصاویرش میبینین. مصطفی در چی ریده؟ مصطفی جان نمیخوای صحبت کنه، میگه که تصاویر ما رو ببینین ماشاءالله چقدر مقبول و بازی میکنه، ولی اینجا دیگه نمیخوای امرای ما صحبت کنه. مصطفی سود او بازی که ولیشی؟ لست دقی؟ هرسمیچ. لیک سر پورتا وغاگه گه خواه؟ نو در توی چه لو بازی نده بغیر نور کارو که نور کمو کارو که دیر لایقه؟ درس که آفرین. کم مضمون دیر خواه گه؟ بختو. ماشاءالله. هدیه جان خودت برم بگو که در کنار ازی که درس میخوانی اول نمره رسیده چی کارای دیگه استعداد خاص داری؟ با مادرم کمک میکنم، نماز میخوانم. آفرین. درس میخوانم. آفرین. بهترین کارا رو انجام میدی. و امروز بر ما در برنامه چی آوردی؟ توفه کوچک آوردیم، خدا کنه خوشتان بیه. آمدن خودت بر ما توفه بزرگ است و توفه هم حتما خوش ما میایه. چی داری بر ما؟ یک مطلب از راجع به تلویزیون. بسیار خوب. مطلب است که صدای زیبای هدیه جان میشنویم. بخوان فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مقاله راجع به تلویزیون. تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی است که آن را سینمای کوچک نیز میگویند. تلویزیون بار اول در سال 1330 در ایالات متحده آمریکا اختراع شد و مورد استفاده قرار گرفت. تلویزیون یکی از مهمترین وسایل پخش و نشر و نمایش خبرها و برنامه ها دیگر در جهان به حساب می رود و یکی از وسایل مورد علاقه خانواده ها از دستگاه تلویزیون بار اول در کشور عزیز ما افغانستان در اواخر سال 1356 هجری شمسی در زمان جمهوریت سردار محمد داوود خان به فعالیت آغاز کرد.
در آن زمان تنها مردم شهر کابل می توانستند از آن استفاده نمایند. آهسته آهسته به نظر تقاضای وقت و علاقه مردم گسترش پیدا کرد. امروز در اکثریت ولایت های مملکت عزیز ما دستگاه های تلویزیون نصب گردیده است و مردم ما می توانند خبرها، اعلانات و نمایش ها را از طریق تلویزیون های خود تماشا کنند و از رویدادهای دور و نزدیک با خبر شوند. ماشاءالله. پیش از اینکه برم بالای مطلب هدیه جان صحبت کنم، نام خدا چقدر صدای مقبول داری. تشکر. بیشتر گپ زدی قدر حس نمیشد، ولی زمانی که مطلب خوندی صدایت نام خدا بسیار مقبول است. و زمانی که بخوای در یک رسانه کار کنی، اولین چیزی که مهم است صدا بسیار مهم است. بیشتر از اشخاص هستن برای نریشن خواندن، صدایشان خیلی مهم است و مترزی که باید یک مطلب بخونن. نام خدا خودت از این طفولیت استعداد خوب داری و در مقاله نویسی هم معلوم میشه که بسیار خوب هستی. بله تشکر. ماشاءالله. خود اگه بلقیس جان خودت خود ما متنوع میمونیم که تی مقبولید. خودت چی آوردی برمون؟ ما یک شیر آوردیم. یک شیر آوردی، بخون برمون. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر ما، خانه ما، با آسمان آبی میشه تمیز و صفا، با صف آفتابی شهر قشنگ و زیبا، نشان پاکیزگیست بوی خوش درختان، هر نفسش تازگیست، در محیط سبز پاک زندگی زیبا میشه، لبهای ما کودکان مانند گل وا میشه، باید تمیز باشیم کشور شهر خود را، پاک تمیزش داریم، وقت میخوریم میوه سیب انار و کیله، پوست آنها نباید روی سرک بریزه، ما کودکان زیبا میگویم با یک صدا شهر ما، خانه ایم. ماشاءالله. واقعا که کودکان زیبا هستین و چقدر یک پیام خوبه در شعرش داشت. هدیه جان، برای بلقیس جان کدام وقت جنگ میکنه؟ نه، هیچ جنگ نمیکنه. نه، بلقیس جنگ نمیکنه. برای تدی و چطور است، کمک میکنی امروش دادش سو؟ بله. بسیار خوب. هدیه چی میخوایی داینده شوی بخیر؟ داینده اخترام میکنم. محترمی خواهی شود، چقدر هدف بلند داره. آفرین. و بلقیس جان خودت چی میخوای داینده شوی؟ پیلوت. پیلوت میخواهی شود، چقدر یک پیلوت مقبول قندور خواهد داشتیم. مصطفی، ترا تو وای چی پاینده که غوری سشی؟ آباس. آباس چی؟ خواه داره تو وای چی پکور کده خور و رور دزان سخواه غط وار لری؟ خواه سوک در تا دیر گرانده کور کده. پلار دکه مور جان؟ مور. مور جان ارتا دیر اگرانه ده. خب بسیار تشکر هدیه جان، بلقیس جان، مصطفی جان، هدیه جان. اگر پیام داشته باشی بر کودکا، بر خانوادید میشنه؟ با کودکان پیام دارم که درس بخوانن، آینده خود را بسازن، دیگه با مادر خود کمک کنن، با پدر خودان کمک کنن. آفرین. و بلقیس جان؟ من سمارت اسلامی میخوایم که در روزهای مکتب را باز کنن. یک در مورد از این باز اگر دهنم باز شد بسیار چیزا خود گفتم، ولی چیز نمیگم. حتی آرزوی طفلای ما هم همی است که مکاتب دختر را باز شوه و امیدوارستم که پیام بلقیس جان نازنین مسئولین امارت اسلامی شنیده باشن و در این فرصت درهای مکاتب برای دختران باز کنن. مصطفی، چه پیغام لری کورنه تا ده ماشمان تا؟ چه نغوری وی؟ سمده. نو دیره مننه چه رغلی بلقیس جان و هدیه جان، چقدر خوشحال شدم که شما را امروز در برنامه داشتم، همراهتان آشنا شدم. انشالله که همیشه موفق باشن. و بسیار تشکر از خانواده های هدیه جان، بلقیس جان، همچنان از خانواده مصطفی جان، از پدر جان و مادر جان شون که زحمت میکشن، حمایت میکنن از اطفالشون. و امیدوارستم تمام خانواده های افغان از اطفالشون حمایت بکنن، اگر در قسمت درس باشه، اگر در قسمتی باشه که در کدام بخش اینا استعداد دارن، آرزو دارن، حتما حمایت بکنن ازش، چون تمام کودکان ما سرمایه ما هستن و اگر اینا حمایت شون بدون شک استعدادشان خارق العاده است و بر اهداف بزرگشان میرسن. خب ما هم میریم به طرف حفیظ امیری که به منطقه، خب نمیفهم به کجا رفته، ولی به سطح شهر کابل رفته. بریم ببینیم که در گزارشش چی داره.